نگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر همراه ما هستن. خانم بنی هاشمی، قطع انگشتان دستان یه دزد در حالی که هر از چندگاهی ما شاهد افشای پرونده های فساد و رانت های گسترده میلیاردی در سطح کشور هستیم، در حقوق مدرن اینجور احکام دقیقا چه جایگاهی دارن؟ درود، شما بحث رو از نقطه بسیار خوبی شروع کردین. این همون نکته بود که دقیقا من هم میخواستم بهش بپردازم. در شرایطی که اختلاس های غیر قابل شمارش، یعنی اصلا در ذهنها نمی گنجه که چه مقدار پول از دست میره، اتفاق میفته و خیلی راحت در واقع افرادی که درگیر این مسائل هستن یا چند سالی یا در زندان هستن نیستن، بالاخره تکلیفشون مشخص میشه. از این پرونده ها حداقل در دو دهه اخیر بسیار بسیار زیاد بوده. در شرایطی که همچین اتفاقی داره میفته و مردم، شهروندان نظارگر این مسائل هستن، چطور میتونیم بپذیریم که افراد دیگه ای به خاطر سرقت در واقع با مجازات قطع دست مواجه بشن؟ اگر این مجازات قانونی در قانون و در شرع هست، چطور هستش که برای مفاسد اقتصادی کلان این مسئله اتفاق نمیفته؟ اما صحبت از حقوق مدرن کردی. ببینید، در تمام کنوانسیون های حقوق بشری، مجازاتی که شبهی از شکنجه داشته باشه اساساً غیر قانونی محسوب میشه. بنابراین نه تنها این مسئله از نظر کنوانسیون های حقوق بشری پذیرفته نیست، بلکه اصلا هیچ گونه جایگاهی هم در حقوق مدرن که اشاره کردین نداره. خانم بنی هاشمی، اصولاً یک چنین مجازات هایی فارغ از غیر انسانی بودنش تا چه میزان میتونه اصلا بازدارنده باشه؟ ببینید، بازدارندگی از چه نظر؟ بازدارندگی در همون جهتی که در سوال اول اشاره کردیم و منم بهش اشاره کردم، در جهت مفاسد اقتصادی. آیا این احکام اگر بر افراد اختلاسگر مفاسد اقتصادی، فسادهای سیستماتیک اتفاق میافتاد، آیا میتونست بازدارندگی داشته باشه؟ این مسئله یه که حکومت جمهوری اسلامی باید بهش جواب بده. اما از جهت سرقتهایی که سرقت کلان نیستن، سرقتهای جزئی هستن، فکر میکنم هم جامعه شناسا اینو میدونن، هم مردم اینو همیشه درک کردن. اینها یه ارتباط بسیار مستقیمی با وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه داره. در هر صورت این یک واقعیتی که در هر چقدر که کشور در فقر و در بحران فرو بره، هر کشوری تفاوتی نمیکنه، حتی در کشورهای توسعه یافتن، به محضی که وضعیت اقتصادی رکود اقتصادی پیدا میشه، سرقت‌های جزئی، سرقت‌هایی که در واقع شخصی هستن، به این صورت تعدادشون افزایش پیدا می‌کنه. و از همین جهت هم هستش که همیشه مردم اینو به خوبی درک می‌کنن. مسئله سرقت‌های از این جهت به ربطی به مجازات‌هایی که صورت می‌گیره در موردش نداره و خیلی برمیگرده به مسائل معیشتی و تورمی. اما در ارتباط با یک بام و دو هوا بودن مجازات قانون اسلامی که در ایران به اصطلاح شاهد اون هستیم، این رو باید خیلی شفاف قوه قضاییه در موردش پاسخگویی باشه که چطور مدیران به اصطلاح که دست‌اندرکار بسیاری از این سرقت‌ها، پای تفرقه‌های اتفاقاتی که در مفاسد اقتصادی میفته واقعا قابل قیاس نیست. اونها باید جواب بدن که چرا سیاست یک بام و دو هوا رو در ارتباط با قانون مجازات اسلامی ایران برقرار میکنن. بله، سپاس از شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق که از شیکاگو همراه ما بودید.